کنم تأخیر کردیم. من بله بله ممنونم، من خوبم، انشالله که شما هم خوب باشید عزیزم. همونطور که خاطرتون هست، منو ببخشید، من سفر رو نگاه نمی کنم. سال نو همگی مبارک، انقدر تعداد زیاده پشت سرم هی سال نو مبارک میگید، من عذرخواهی میکنم نمیتونم به ترتیب به اسم بگم. سال نو تو مبارک باشه، انشالله که پرقدرت خودتون رو دارید آماده میکنید برای کنکور سراسری، و اینم بدونید که این روزها خیلی زود میگذره. عرض کنم که مستحضر هستید، مشاورین عزیز کلاسینو هم بهتون گفتن که ما قرار هست و قصد داریم که با همدیگه یک آزمون احتمالی برای کنکور 99 رو تجزیه و تحلیل بکنیم، نکاتش رو هم بگیم. به به به، بچه های اشتی هم بالا اومدن، اسماشون رو داریم میبینیم، با هم بررسی بکنیم، تستاش رو کار بکنیم، نکته هاش رو براتون بگم. میدونم یه تعدادی دانش آموز پایه 11 هم تشریف دارن توی در واقع کلاسمون امروز، اونها هم میخوان استفاده بکنن. مطمئن باشید که سعیم بر این هست که هیچ نکته رو از سال 12 هم حداقل امروز براتون نگم. تو این دو تا یک ساعت و نیمی که بعضی از بچه ها میگن صدا ندارم، حالا نگم شاید مشکل از خودشونه. آره آره، عرض کنم توی این دو تا یک ساعت و نیمی که در خدمتون هستیم سعی میکنیم که این نکته ها رو بررسی بکنیم. لذا خواهشی که ازتون دارم در واقع هدفتون این باشه که سوالاتی که مطرح میکنیم رو شما پاسخ بدید، و اگر در واقع سوالی داشتید در چارچوب همین آزمون شما بپرسید. قرارمون در واقع درس دادن نیست، قرارمون دوره کردن مباحثی هست از دهم و یازدهم که شما عزیزان خوانده اید در چارچوب این آزمون احتمالی. که یک مژده رو هم بهتون بدم که امروز پایان کلاس، در واقع دوستان من زحمت میکشن پاسخنامه تشریحی رو هم بر روی پنل قرار میدن، شما میتونید در واقع از اون پاسخنامه هم اگر تمایل داشتید استفاده بکنید، ولی که الان تحلیله. من با اولین تست شروع کنم. سلام به همگی، با سلام، اگر زحمت بکشید بچه ها تست یک رو پاسخش رو بگید. چیزی که الان روی تخته میبینید با آزمونی که دستتون هست در واقع یه کوچولو متفاوته، چون توضیحات کتاب درسی رو من سعی کردم در زیر اغلب تست ها بیارم. احسن، ببین چقدر این بچه ها درس خونن. آفرین آفرین، یعنی تعداد زیادی از بچه ها جواب گزینه 4 رو دادن. حالا بریم سراغ تحلیل این تست خوب. همونطور که ملاحظه کنید بچه ها اشاره کرده به این نکته که هر جانوری که هرافرودیت است. خب بچه ها، من و شما میدونیم که کدوم یک از جانوران هرمافرودیت هستن. تو کتاب درسی ما گفته گروهی از جانوران به طور مثال کرمهای پهن و حلقوی، و میدونیم که منظور از کرم حلقوی هم در واقع در کتاب درسی ما کرم خاکی هست. مثالی از کرم پهن رو هم که کتاب درسی ما زده کرم کدو هستش. خب میگه در هر جانوری، بچه ها به این هر در صورت سوال توجه بکنید، میگه هر جانوری که هرمافرودیته، فاقد دهان و دستگاه گوارش است. خیر، پس من همونطور که اشاره کردم هرمافرودیت کرمهای پهن و حلقوی هستن. من و شما میدانیم که کرمهای پهنی که انگل هستن دهان و دستگاه گوارش ندارن، ولیکن کرم حلقوی مثل کرم خاکی دارای دستگاه گوارش هست. دهان، حلق، مری، چینه‌دان، سنگدان، روده، در واقع بخش‌های مختلف از دستگاه گوارشش هست. پس گزینه یک رد. گزینه دوم، میگه هر جانوری که مهره‌دار و تخم‌گذار است. بچه‌ها ما میدونیم که گروه کثیری از مهره‌داران در واقع ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و حتی برخی از پستانداران عرض کنم که تخم گذار هستن. خب میگه هر جانوری که تخم گذار هستش بین چینه‌دان و سنگدانش معده قرار گرفته. خب ما میدونیم این ویژگی مربوط میشه به فقط پرندگان،
در حالی که همونطور که عرض کردم گروه کثیری از مهرداران مهردار